سلام عشقای داشمتین، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. رفقا برای اولین بار تو کانالمون گیم پلی مولتی داریم و امروز هم به درخواست خیلیاتون 10 لودت برتر مولتی پلیر رو بهتون میدم به همراه اتچمنتشون. و جدا از 10 لودت برتر مولتی پلیر یه دونه اتچمنت جدا میدم که خودم از اون گان خیلی استفاده میکنم، گان دهم آریوس. اینا رو به ترتیب براتون گذاشتم. آریوس یه گانی بوده که سیزن پیش خیلی نرف شده بوده، ولی این سیزن هم ریکویلش خوب شده هم کنترلش خوب شده و تو مولتی پلیر یه تایم تیکیل خیلی پایینی داره و انمی ها سریع میندازه. این اتچمنتی که بهتون میدم هم هیفایرش خوبه، هم انمی زود میندازه و برای فاصله نیم رنج حتی میتونه خوب باشه، ولی فاصله دور چون که این گان SMG نمیتونه زیاد حرفی برای گفتن داشته باشه. این گان لژندری که ازش استفاده میکنن برای گرونه اسنوب داگ که متاسفانه اصلا ریجستری خوبی نداره این گان لژند، و میتونم بگم آریوس عادی همون دیفالت ریجستری بهتری داره نسبت به این گان لژند. اینم از اتچمنت آریوس. از یه دونه پلیر لیدر بورد این اتچمنت رو برداشتم که خیلی خوب بود. حالا بریم سراغ گان نهم EM2. EM2 خیلی گان بافیه که باف شدنش هم به خاطر برگشتن گرانه میتیکشه و خودتون میدونید دیگه، اکتیویژن هر وقت یه گان میتیک جدیدی میاره یا اون گان میتیک رو برمیگردونه اون گان خیلی باف میکنه. یکیش هم این EM2 بوده که واقعا باف شده نسبت به سیزن پیش و کلا این گان همیشهش اوکیه، ولی یه خورده گان سنگینیه. ولی اتچمنتی هم که براش گذاشتم هم این گان سبا کرده، هم دمیج خیلی خوبی داره و انمی راحت سچاس میکنه و ریجستری عالی داره. اینم از اتچمنتش که مطمئنا راضیتون میکنه. خب بریم سراغ هشتمین گان برتر AK117. این گان هم دقیقا مثل آریوس باف شده، هم خیلی کم چپ و راست میشه هم کنترلش بهتر شده. که یه دونه اتچمنت خوبم برای این گان بذاری واقعا این گان رو متا میکنه. منم رفتم یه دونه اتچمنت خوب برای این گان چیندم که هم رنج نزدیک رو به خوبی میزنه هم رنج دور رو. با این که میتونه این گان رنج دور رو بزنه گان سنگین نکرده اتچمنت و حتی هیپایر این گانم اوکیه. تقریبا میتونم بگم اتچمنتی که چیدم همه چیش باف شده و به درد هر سبک پلیر میخوره. و اینم از اتچمنتش که حتما بهتون پیشنهادش میکنم. حالا بریم سراغ گان هفتم DLQ، بهترین اسنایپی که میتونی تو این سیزن استفاده کنی تو مولتی پلیر. درسته مثلا اسنایپی مثل کشکا زدارجی اسنایپای خیلی خوبیان، ولی بازم از نظر من به گان DLQ نمیرسن. الان شاید بعضیاتون بگی داش متین تو الان داری با گان میتیک DLQ بازی میکنی که پی تو وینه. باید بگم اصلا دیل میتیک پی تو وین نیست، واقعا به جرئت میتونم بگم اصلا ریجستری خوبی نداره، فقط به خاطر قشنگی گیم پلی ازش استفاده میکنم. ولی مثلا بقیه گان میتیک چرا پی تو وینن؟ و اونم به خاطر قشنگی گیم پلی ازش استفاده میکنم که شمایی که این ویدیو رو میبینید لذت ببرید. و اینم از سریعترین اتچمنت DLQ. ششمین گان برتر QQ9ه که تو این سیزن یه خورده نرفتر شده، ولی بازم قدرت خودشو داره و جلوی هیچ SMG کم نمیاره. البته بجز دوتا SMG که اونا واقعا از این گان قوی ترن، ولی سیزن پیش اینطور نبود که متاسفانه تو این سیزن هم کنترل سخت شده هم چپ و راست زیاد میشه. ولی اتچمنتی که برای شیندن مشکل چپ و راست شدن و کنترل این گانو خیلی کم کرده و تقریبا میتونم بگم این گانو کنترلش خیلی بهتر کرده. اینم از اتچمنتش، روش خشاب دمیج گذاشتم خیلی این گانو قویش کرده. بریم سراغ پنجمین گان برتر CBR. CBR تو این سیزن خیلی بهتر شده از سیزن پیش. کلا این گان حتی خیلی نرفم باشه بازم این گان قوی، از قدرت خودش کم نمیشه. نمیدونم چرا انگار اکتیویژن یادش نمیخواد این گان زیاد نرفشه و همیشه هم باید جز 10 گان برتر مولتی پلیر این گان بمونه. در کل گان CBR4 قصد نرف شدن و از 10 گان برتر کشیدن بیرون نداره. خب بریم سراغ اتچمنتش. اتچمنت همه چیش خوبه اما یه خورده سنگینه. حالا بریم سراغ چهارمین گان برتر و بهترین SMG سیزن 5 یعنی سویچ بلید. واقعا تو این سیزن خیلی خوبه، کنترلش عالی، همه چیش خوب، اسکین میتیکش هم خیلی اسکین میتیک حقیقیه و اگه مثلا این گان میتیک برگشت بهتون به شدت پیشنهاد میکنم. البته برای مولتی بازار که این گرونه رو بزنید میگردم، برای بتل بازار زیاد پیشنهاد نمیشه، از این گان میتیک بهتر هستش. اتا
اتچمنتی هم که برای این گان چیدم خیلی رجستر این گانو خوب کرده و هم موبیلیتی خوبی داره. این از اتچمنتش حتما بهتون پیشنهادش میکنم. حالا بریم سراغ سومین گانه بهتر، یعنی کیل 141. خیلی متا شده و اتچمنت هم که براش گذاشتم هم سرعت تیر خوبی داره، اصلا عجیب این گان خوب شده و حتی هیفایر خیلی خوبی هم داره. اتچمنتی هم که بهتون میدم اصلا ربطی به میتیک بودنش نداره. درسته گان میتیکش خیلی پیتوینه، اما همه اتچمنت ها رو قبلش رو گان عادیش هم تست میکنم و بعدش اتچمنت رو به شما میدم. اینم از اتچمنت کیلو 141. حالا بریم سراغ دومین گان برتر سیزن، یعنی M13، که این گان هم مثل کیلو 141 همه چیش خوبه، واقعا همه چیش خوبه، یعنی از همه نوع رنجی تو مولتی پلیر میتونه به خوبی بزنه انمی ها رو. کلا گان کیلو 141 با گان M13 یکیان. حالا درسته یه خورده فایر ریت M13 بالاتره، در اینجا کیلو 141 هم از M13 بالاتره. این دوتا گان تو این سیزن دقیقا مثل همن، یعنی مساوی. حالا چرا کیلو 141 سوم شده M13 دوم؟ به خاطر اینه که تو این سیزن به جرأت میتونم بگم رجستری تیرهای M13 خیلی بالاست، یعنی به هر انمی عرب باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه، DNS پلیر باشه، چیتر باشه، فرق نداره، بهش تیر بزنی خیلی خوب رجستر میکنه. اینم از اتچمنتش که اتچمنت فوق العاده خوبه. و بالاخره بریم سراغ بهترین گان سیزن، یعنی F41، که واقعا متا گان جدیدی که تازه اومده و میتیک بسیار خوشگل و پیدوین و کیل افکت قشنگی داره، ولی خب دلیلی نمیشه که مثلا گان عادیش خوب نباشه، اصلا به هیچ وجه اینطوری نیستش. گان عادیش هم خیلی خوبه و من اتچمنت رو اول رو گان عادی شینده بودم، چون که اون موقع میتیکش رو نداشتم و همون اتچمنت رو گان میتیکش تست کردم، خیلی خوب زد، واسه همین این اتچمنت رو گذاشتم. که این گانم مثل M13 میمونه دقیقا، اما با فایر ریت بالاتر، ولی با دمیج رنج کمتر و کنترل سخت‌تر. حالا چرا این گان رتبه اول گرفته و M13 رتبه دوم؟ به خاطر اینه که M13 درست رنج دور بهتر میزنه، ولی چون برای مولتی بازا، چون که رنج نزدیک براشون مهمتره، میتونه این گان بهتر از M13 کنه، حتی فاصله اگه کم باشه. خب بریم سراغ اتچمنت این گان، که هم خیلی کم چپ و راست میشه و هم هیپ فایر خیلی خوبی داره. این از 10 گان برتر بودن. حالا یه دونه گان پیشنهادی هم براتون دارم که آی سی آره. این گان زیاد خوبی نیستش، ولی اتچمنتی که براش شیندم اتچمنت باگیه، که به شدت بهتون پیشنهادش میکنم. من این اسکین لژندش رو تازه گرفتم، ولی در کل قبل که این اسکین لژند رو بگیرم با آی سی آر عادی پلی میدادم. مثلا من اون موقع این همه گان میتیک و گان لژند داشتم، ولی میرفتم با آی سی آر دیفالت پلی میدادم، به خاطر اینه که اتچمنتش اتچمنت خیلی خوبی بودش، که آخر همین ویدیو براتون میذارم. اینم از این ویدیو. اگه دوست دارید ویدیوهای مولتی هم بیشتر بذارم، یا حداقل مثلا هفته یک بار یا دو هفته یک بار یه ویدیو مولتی کاربردی بذارم، حتما تو کامنت ها بگید سعی میکنم بذارم. خب اشکای داشمتی، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو خوش اومد ویدیو رو لایک کنید و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید. پس تا ویدیو بعدی نمیتونید، فعلا خدافظ. خیلی خوب بود.